محصول دیگری که در آستانه روز صنعت دفاعی خدمت حضرت عالی هستیم، موتور توربوفن در رده سبک است. مستحضری در کلاس مینی توربوفن، امروز ما محصول رزمی داریم و در کلاس سبک انشاءالله اولین محصول را امروز ارائه خواهیم کرد. این دستاورد یک دستاورد مهم و فناورانه است در رده کلاس و موتورهایی که بر روی پهپادها، موشک ها و حتی جت های تجاری نیز قابل نصب می باشد. ویژگی این موتور مصرف سوخت کم و پرواز در ارتفاعات بالاست که امروز تست های خود را آغاز خواهد کرد. کلاس موتور توربوفن در رده نسل چهارم می باشد و ویژگی عمده و ذاتی آن استفاده از پرهای توربین تک کریستال یا تک بلوری است. در این موتور ما به تراست 700 کیلوگرم رسیده ایم و قابلیت نصب بر روی هواپیماهای تا 4000 کیلوگرم را داریم. طراحی پیچیده آن و آلیاژ هایی که در آن استفاده شده و روش های ساخت آن بسیار نوین و فناورانه است. سیستم کنترل الکترونیکی آن از دیگر ویژگی های این موتور می باشد. آقای رئیس جمهور، به کارگیری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در این محصول که امروز به عنوان نمونه اول در تستر قرار گرفته است، بسیار پررنگ و به حمدالله اثرگذار بوده است. به تدبیر مقام عالی وزارت امیر حاتمی بزرگوار، به لحاظ اینکه سه جهش اتفاق افتاده، هم جهش تولید داشتیم در ساخت نمونه اول، هم جهش فناوری داشتیم و هم جهش رسیدن به تراست 700 کیلوگرم، لذا اسم و نام این موتور، موتور جهش 700 تعیین گردیده است. اجازه می خواهم در صورت اراده دستور بفرمایید موتور تولیدی تست های خود را آغاز نماید. و سلام صلوات. خیلی ممنون و متشکر امیر خواجه‌فر از گزارشی که دادید از موتور توربوفن سبک که خب کاربردهای متعددی داره، بهش اشاره کردید و این نشانگر یک حرکت بسیار خوب در صنعت دفاعی ما هست که وارد نسل چهارم موتورها شده و خوشبختانه با قدم‌هایی که برداشته میشه ما میتونیم در مسیر همه تجهیزات و نیازمندی‌هامون به خود اتکایی و خودکفایی برسیم. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح شهدای کربلا سلام الله علیهم اجمعین، از موتور توربوفن سبک رونمایی بفرمایید و همچنین تست های آزمایشی رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. موتور در حالی که قدرتش خیلی بیشتر از در واقع موتورهای مشابه هست، ولی ملاحظه می‌فرمایید صدای اون نسبت به موتور جت بسیار کمتره، برای همین در پهپادها خیلی خوب قابل استفاده است و قدرت زیادی داره که ما رو انشالله به بالای 60,000 پا در پهپادها خواهد رسوند.